شاید براتون این سوال پیش بیاد که چطور میتونیم در آی سی او ها و آی ای او ها شرکت کنیم و خرید کنید. ببینین شرکت در آی سی او ها به دو چیز نیاز داره برای ما ایرانی ها اولا کی وای منظور کی چیه احراز هویت یعنی اون تیم ارز دیجیتال از شما کیوایسی میخواد به دلیل قوانین که چون ما ایرانی هستیم نمیتونیم این رو انجام بدیم مگر با جل پاسپورت دومین نکته در آیسیو ها چیه ما باید یک وی یا وی پی اس داشته باشیم و یا میفهمن ما ایرانیم و اجازه فروش رو به ما نمیدن مگر اینکه در اون آیس او تیم مشخص کرده باشه که نیاز به KYC نداره در این صورت ایرانی ها هم میتونن شرکت کنند. نحوه شرکت هم به اون شکلی گفتم در سایت های ICO Drops مثلا گفت آقا این ICO وبسایتش فلانه تو وبسایتش شما میتونید وایت پیپرش رو بخونید و از اونجا به شکل های مختلف مثلا اتریوم که اکثرا هم همین هست فاند یا سرمایه جذب میکنه. به این شکل که میگن آقا مثلا تو به اتریوم بیا به ما سرمایه بده مثلا ده اتریوم میدین مثلا ده اتریوم شما مثلا ما میگیم اون آی سی او مثلا آی او متین هست ام یا ده اتریوم مثلا میشه هزار تا MTN. که تو اکانت شما به شما اختصاص پیدا میکنه نحوه شرکت در آی او هاست که به طور خلاصه گفتم حالا به نحوه شرکت در آی ای او ها بپردازیم یعنی ارز اولیهایی هایی که در ارزم به حضورتون که صرافی انجام میشه ببینین ما فرض کنین یک آی سی او داریم به نام متین که حالا حروف اختصاریش میشه MTN. تی این MTN کوین ما ارز دیجیتال متین ما میاد با بایننس صحبت میکنه میگه آقا ای بایننس عزیز بذار من بیام ارز اولیه‌مو توی صرافی تو انجام بدم و بایننس هم یه پولی از من میگیره میگه باشه یه پولی هم میگیره و تاییدم میکنه و میگه باشه مزیت این چیه؟ به جای اینکه بیام تبلیغات کنم، التماس کنم از مردم که تو رو خدا بیاین تو ارز اولیه من شرکت کنید و به من پول بدین، بایننس خودش یه کاربرانی داره که وقتی ارز من در بایننس لیست بشه، اون کاربران میان ارز دیجیتال منو میخرن پس خود به خود سرمایه وارد ارز دیجیتال من میشه دیگه. مارکت کپ، سرمایه و قیمت ارز دیجیتال من رشد میکنه پس من میتونم با فروش MTN های خودم من تیم ارز دیجیتال متین با فروش متین کوین های خودم این سرمایه اولیه رو که در او با التماس جذب کردیم بدون التماس از طریق صرافی ها جذب کنیم به این میگیم ها آی حالا نحوه شرکت چجوریه؟ شما دو کار باید انجام بدید همونطور که گفتم VPN یا VPS داشته باشین در استفاده از صرافی ها دوم ممکنه حتی کیوایسی هم بخواد در صرافی ها ممکنه کیوایسی هم بخواد مثلا تو بایناس خیلی از ارزهای جا کیوایسی میخواد یعنی باید مثلا پاسپورت خارج از کشور داشته باشین و همچنین اینکه سریع عمل کنین چرا میگیم سریع عمل کنین؟ چون آی ای او ها مثلا در صرافی بایننس قطعا بیش از صد در درصد سود صد صد میدن اگر بتونید تو آی او شرکت کنید اما نهنگ ها با سرعت نت بالا قدرتمند نشستن تا سایت باز میشه مثل فروش های پراید ایران خودرو ما میمونه تا سایت باز میشه تو مثلا سه ثانیه خریده انجام میشه و آی او تموم میشه یعنی همه خرید رو انجام میدن بس سرعت عمل بالایی داشته باشین و یعنی خب این امکانش وجود نداره پس این بود نحوه شرکت در آیسی و آی ها برای شرکت در آی او هم باید وارد اون صرفی که این آی او رو ارزی میکنه بشین مثلا اگر بایننس داره آی او میده بعد وارد بایننس بشین تو اون صفحه مخصوص به اون آی او که خودش اعلام کرده اونجا میتونی خریداری بکنین اما بایننس میاد چیکار میکنه بایننس میاد میگه که آقا اگر میخوای مثلا تو این آی او شرکت کنی باید با بی شرکت کنی بایننس کوین یعنی چی یعنی بعد بایننس کوین بخری بایننس کوین رو بدی که با این کار مثلا قیمت بایننس کوین بایننس این انجام میدی که قیمت بایننس کوین کن افزایش کنه با بایننس کوین باید با این کار رو انجام بدی گفتیم تو آی سی او ها معمولا با اتریومه اما تو آی او ها معمولا ارز دیجیتال اون صرافی هست این بود از نحوه شرکت در آیسی ها و آی ای ها